رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و برنامه رو بر طبق روال هر هفته تقدیم حضورتون میکنم. لطف کنید اگر به ما خارج دسترسی ندارید تشریف ببرید برای خود وبسایت کانال یک، برنامه رو همراه ما نظاره‌گر باشید. برنامه رو به فعالین حقوق زنان زمان پخش و بازپخش برنامه رو نیز اطلاع بدید. عزیزانی که در هفته گذشته ما رو همراهی کردید، برای ما روی پیام میذارید و عکس و گزارش میفرستید، بسیار سپاسگزار هستیم و کماکان همراه ما باشید. در برنامه امشب بسته شدن مدارس دختران توسط ارتجاع اسلامی و شروع موج جدیدی از اعتراضات در کابل موضوع بحث امشب ما هست. بردهداران در ایالات متحده آمریکا سواد آموزی بردگان را ممنوع و غیرقانونی کرده بودند. بردهداران می دانستند که بردهی که با سواد شود راه های پاره کردن زنجیرهای بردگی را پیدا خواهند کرد و این یعنی پایان تن دادن به بردگی. و تاریخ این واقعیات را اثبات کرد. طالبان و ارتجاع اسلامی در ایران و افغانستان و منطقه که کمر به محکم کردن قیود بردگی زن در جوامع تحت کنترل خود دارند، نمی‌خواهند زنان باسواد شوند و حقوق خود را که همان حقوق بشر است مطالبه کنند. اما پیشروی تاریخ را نمی‌توان با حرکت ارتجاعی و ضد زن توسط اوباش اسلامی متوقف کرد. این پروژه در ایران اسلام زده به شکست انجامید و انبوه زنان تحصیل کرده در اکثر حرفه لیاقت خود را به جهانیان نشان دادند و روسیاهی به ملاهای مرتجع و افکار متعفن نشان به جاماند. در برنامه امشب میزگردی از فعالین حقوق زنان افغانستان و خارج از افغانستان پیرامون مکاتب دخترانه، فراز و نشیب‌های مبارزه برای حق تحصیل دختران خواهیم داشت. مهمانان برنامه رو معرفی میکنم. دو مهمان دارم از کابل، خانم ها مرضی محمدی و شهلا عارفی و دوست عزیزمون خانم لیدا احمد از آلمان. همگی دوستان عزیز برنامه خوش آمدید به برنامه رهایی زن. در برنامه امشب میزگیردی داریم از فعالین حقوق افغانستان و خارج از افغانستان پیرامون مکاتب دخترانه، فراز و نشیب‌های مبارزه برای حق تحصیل دختران. در برنامه امشب سه مهمان عزیز دارم. دو مهمان از کابل دارم، خانم ها مرضی احمدی و شهلا عارفی، و از آلمان مهمان عزیزم لیدا احمد هستن. ضمن خوش آمدگویی به تک تک مهمانان عزیزم اجازه بدید که برنامه رو شروع بکنم. اول سری میزنی به کابل. از مرضی محمدی شروع کنم. خانم مرضی محمدی، امروز اعتراضاتی بود در رابطه با بسته شدن مکاتب دختران در سطح جامعه. این اعتراضات چگونه بود؟ چه ابعاد و انعکاسی داشت؟ بفرمایید. سلام خدمت شما خانم همتی و سلام خدمت همه بینندگان برنامه شما. متاسفانه که طالبان با بسته کردن دروازه های مکاتب برای دختران یک بار دیگر ثابت ساختن که طالبان تغییر کردنی نیستن و طالبان امروزی همان طالبان 20 سال قبل هستن که همیشه زن را اشتباه خلقت فکر کردن و مخالف آموزش و تعلیم دختران است. ولی زنان امروز زنان 20 سال قبل نیست.
زنان تغییر کردند، قدرتمند شدند، آگاه شدند، تحصیل کردند و امروز هم یک عده از زنان آگاه تحصیل کرده و جسور ما بر علیه این تصمیم امارت اسلامی تظاهرات کردند، برنامه ای را روی دست گرفتند و که این برنامه واقعا از طرف همه مردم مورد بسیار استقبال گرم قرار گرفت. با وجودی که تظاهرات های قبلی را که ما داشتیم یک ایده از مردم بودن که مخالفت می کردن، اما تظاهرات امروز با بسیار یک پذیرش خوب در جامعه داشت. همه مردم از مرد و زن حمایت کردن، چون همه جامعه افغانستان می خواهند که دخترها به مکاتب برن، تحصیل کنن و حق آموزش خود به دست بیارن. و تظاهرات امروز هم یک تظاهرات واقعا عالی بود، یک اقدام بسیار نیک بود به خاطر گرفتن حق و حقوق دختران از دست یک گروه تروریستی به نام طالبان. سپاس. برمیگردم به شهلا عارفی عزیز. شما لطف کنید از سیر وقایع برای ما یک توضیح بدید و اینی که در این روزهای اخیر دختر جوانی خودکشی کرد، برای اینکه واقعا نمیخوایم دیگه شاهد این سری فجایع باشیم، لطف کنید از این سری وقایع یک توضیحاتی برای بینندگان ما بدید. بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز شما. در حال میخوایم نقطه بسیار حساس را که اشاره به تو مویز که طالبان احکام دین با فرهنگ و عرف و هنهنات رنگ رو دادن. اینا فقط میخواین که همو باورای ناپسند خودشانه گویا به باورهای دینی مبادل بسازن و گویا زنا حق ندارن که تحصیل کنن. روی همین منظور رفته بالای خود دختر خانمایی که در مکاتب برویشان بسته شد، گویا یک ماتم ملی در افغانستان روی کار شد. یعنی هر فامیل، هر پدر، هر مادر، هر خواهر، هر برادر، هر هموطنه اگر به این چند روزه که مکاتب آغاز شده ببینین به یک حالت روانی دچار شدن، چی رسه به این که دختر از منزل چهارم یکی از آپارتمان ها خودم اندازه و خودکشی میکنه. یعنی اگر حالت به می حالت ادامه پیدا کنه، گویا فکر کنم که دخترای زیاده با حالتهای روانی دوچار میشن و شاید دست به هم چو حمال بزنن. روی از این دلیل ما خواهان عزیزم که طالبان در برنامهشان تجدید نظر کنن و از بادارانشان هدایت بگیرن تا بتانه دروازه مکاتب برای دختران باز شد و از حقوق همچو حوادث دلخراش و ناگوار جلوگیری شود. سپاس از شما. برمیگردم به دوست عزیزمون لیدا احمد از آلمان. لیدا عزیز، در خارج از کشور بسیار حمایت‌های گسترده‌ای بودش تا به حال در کشورهای مختلف. شما این اعتراضات رو چگونه می‌بینید و یک توضیحاتی در رابطه با این همبستگی که با زنان در داخل افغانستان داریم، با مردم افغانستان داریم، در این راستا توضیح بدید. بفرمایید. تشکر. سلام به شما، به بیننده‌هایتان و به دو میهمان عزیز. بله، از روزی که طالبان به قدرت رسیدن، اینا اولین عملهشان به زنای افغانستان و به حقوق زنای افغانستان بود و اینا آزادی های بسیار ناچیز و کم را که زنای افغانستان داشتن او را از پیش از اینا دوباره گرفتن. ولی نکته ای را که خانم محمدی هم اشاره کردن که زنای افغانستان هم زنای چند سال قبل نیستن، زنای افغانستان هم آگاه شدن و خوشبختانه بسیج شدن و از روز اولی که طالبا به قدرت رسیدن اینا در صف اول مبارزه بودن و به خاطر خواسته های خود، که البته بسیار خواسته های اولیه است که کار، نان، تحصیل و حقوق بسیار اولیه است، اینا
به مبارزه خیستن و این جای بسیار افتخار است و ما در خارج از کشور زنای افغانی که بودن، زنای کشور دیگه که بودن، زنایی که از ایران بودن، همیشه ما درود فرستادیم به این مبارزاتشان و همگی سر تحسین فرو آوردن، به خاطر که ما هم خود ما فقط 2 سال میشه که ما از افغانستان آمدیم و ما کاملا با تمام گوشت و پوست درک میکنم که در چی شرایط اینا کار میکنن و در چی شرایط اینا در برابر چطور یک نیرویی که اونا زن انسان نمیشمارن، اونا زن فقط یک وسیله برای شهوت و بچه آوردن میدانن، اینا مبارزه میکنن و ایستادگی میکنن و ایستادگی است و این مبارزه است که میتونه ماندگار بانه و این میتونه که حقوق واقعی زنها را در افغانستان ایجاد بکنه، چون این یگانه راست. در خارج از کشور حمایت های وجود داشته در رابطه با مبارزات زنای افغانستان که البته بسیار ناچیز بوده، به نظر من زیاد کافی نبوده. مخصوصا ما تلاش داشتیم که در 8 مارچ اعتراضات بسیار وسیع برای دادخواهی بر زنای افغانستان شود، چون دنیا واقعا در برابر فاجعه که در افغانستان پیش میره خاموشی اختیار کرده. مخصوصا بعد از این که جنگ در اوکراین شروع شد، تمام تمرکز مطبوعات جهان همگیش به اوکراین شده. در تظاهرات بزرگی که در 8 مارس در شهر برلین برگزار شد، تظاهرات بسیار بزرگ بود، دوستای بسیار زیاده در اونجا تلاش کردن مسئله افغانستان برجسته بسازن، مسئله زنای افغانستان، اما خب یک مقدار شد، اما یک مقدار هنوز هم ناچیز است، به خاطر که امروز مردم افغانستان و زنای افغانستان امروز نیست، بیشتر از 40 سال است که اینا شکنجه میشن، اینا قربانی میشن و مخصوصا زنای افغانستان در صف اول از قربانی هستن. جنگی که در افغانستان میشه، قدرتایی که میآیه و اینا نوکرا و مزدورای خود به نام جهادی، به نام طالب سر مردم ما حاکم میسازن و اینا مردم ما رو به گروگان میگیرن و مخصوصا زنان را. امروز تعلیم و تحصیل زنان را در افغانستان اینا به گروگان گرفتن و اینا نمیخواین کوچکترین حق یک زن که از او را برش بتن. سپاس. برگردم به مرضیه محمدی عزیز. مرضیه جان، مطالبات دختران محصل چیه؟ ما خیلی فیلم میبینیم میان جلو و واقعا باید تحسین کرد، یک دم نشستن، اومدن توی خیابونا مطالباتشون رو میخوان، به همراه اونها والدینشون هستن. امروز من دیدم در این صف مردان بسیاری اومدن، همونطور که خودتون و شهلای عزیزم اشاره کردن، اومدن و حمایت در این جمع همگانی شرکت کردن. به نظر من اینا همه قابل قدردانی، این همه شجاعت و مطالبات دختران از زبان خودشان، از دل خودشان، از وجود خودشان چی هست و آیا محصلین پسر ما دارن حمایت میکنن؟ من دیدم دارن حمایت میکنن. به نظر شما آیا کافیه؟ آیا بیشتر باید این اعتراضات صورت بگیره، چه در داخل و چه در خارج؟ بفرمایید. در حقیقت تحصیل دختران خط قرمز ما مردم است، یعنی به هیچ وجه مردم ما اعم از زن و مرد اجازه نمیتن که درب مکاتب برای دختران بسته باشن، چون اگر دختران مکتب نرن و تحصیل نکنن، فکر کنن که نصف از جامعه فلج میشن و نصف از جامعه از کار و از فعالیت باز میمونه. به این خاطر من فکر میکنم زن و مرد افغانستان طرفدار ای است که باید درهای مکاتب باز شود. بله، خوشبختانه از همون روز اولی که طالبان اجازه ندادن که دختران برن به مکاتب، همه، یعنی همه مردم افغانستان، سیاستمداران، نویسندگان، شاعران، فعالین مدنی، حتی مردم عادی، همه به حمایت از دخترها بلند شدن، صدا بلند کردن. حالا مهم این نیست که فقط برای در خیابان ها، در سرک ها و چیغ و داد بزنی، یعنی در صفحات اجتماعی میبینیم که چقدر همه مردم از دختران حمایت میکنن، با وجودی که کافی نیست. به نظر من باید همه مردم دست به دست شوند، والدین ها، خود دختران باید همه دست به دست شوند، یک قیام بکنن، چون یعنی بس است. همی که فکر کنین 190 روز دروازه مکتب برایشان بسته بوده، همی کفایت میکنن.
بیشتر از این نباید وقت دخترها تلف شوه و یگانه خواست تمام دخترانی که اجازه ندارن برن به مکتب فعلا همی است که باید در مکاتب برایشان باز شوه تا اونا هم همانند برادرانشان، همانند مردان، همانند پسران به مکاتب برن، درس بخونن، تحصیل کنن و برای خودشان، برای جامعه، برای خانوادهشان افتخار باشن و انشالله که در آینده ها یک شخص مفید برای کشور باشد تا اینکه حداقل از این لجنی که فعلا در او ما قرار داریم کشور ما را بیرون بیاره. شنگه عزیز، بچه ها دخترها با آمادگی کامل دیدیم توی این تصاویر، خیلی با یه روحی شاد، خندان، صورت های شاداب می رفتن به امید اینی که برن تو مدارس بشینن، ولی با چشم های گریان برگشتن و این خیلی انعکاس زیادی داشت در خارج از افغانستان، در سطح مدیا، در سطح خود خبرگزاری ها و به محض اینه که یک همچین انعکاسی رو دیده شد، طالبان حرفش رو عوض کرد و اعلام کرد که نه، ما به خاطر نداشتن اون حجابی که اونا مد نظرشونه مدارس رو بستیم. این خبر تا چه اندازه صحیح بود و این چه انعکاسی داشت در خود افغانستان و آیا اصلا گوش کردن؟ چون نه، این به نظر من، به نظر ما اینجور بود که اصلا این رو ندیده گرفتن و اتفاقا این حرکتی که اتفاق افتاد امروز، تجمعی که شد و با شعارهای مشخص این رو نشون میداد. نظر شما چیه؟ نظر ما با شما کاملا هم نواز، فقط این را میخوایم که طالبان از اول، یعنی از شروعی که اینا به قدرت رسیدن، اینا نخواستن که کدام زن به تعلیم بره یا به تحصیل بره و یا هم به کار بره. بناهن هنا خواستن که همطور یک هداری را به دست داشته باشن تا بتانن جامعه بین المللی را به خود جلب کنن و بتونن یعنی خود قسم نشون بدن که اینا میخواین برای زنان حق تعلیم و حق تحصیل و حق کار برشان بده. مگر نه، هیچ پیچ و حقیقت نداشته، طالبا هیچ وقت خط مشرشان دید نکرده، هدفشان تغییر نکرده و گویا اینا یک آمادگی عام تام داشتن، به خاطری که روز اولی که دخترک ها با بسیار شادی و شوق طرف مکتب رفتن، اینا با امو سلاحایشان وارد مکتب ها میشن و دخترها را از صنفایشان خارج میکنن با صد رقم گپای ناسزا برای دخترها میگن که شما دوباره خانیتان برین و شما حق ندارین که درس بخونین. بعد از اینکه مردم دست به اعتراض میزنن و میبینه که بسیار پیامدهای منفی را از طرف مردم به خود جلب میکنن و به خود میگیرن، بعد از اینا وادار به این میشن، وادار به این میشن گویا بگن که ما سر یک طرح لباس کار میکنیم. اینا نتونستن در طول 8 ماه و چند روزی که از اینا میگذره یا یک طرح لباس را ایجاد نکردن، پس اینا چه قسم حکومت میکنن؟ پس اینا چطور میتونن روابط بین الملل داشته باشن؟ چطور میتونن روابط دیپلماتیک داشته باشن؟ پس اینا یک طرح لباس را نتونستن برای دختر مکتب دیزاین کنن، اینا میتونن که طرح بین المللی داشته باشن، اینا میتونن طرح سیاسی داشته باشن، اینا میتونن طرح اقتصادی داشته باشن که هبدن. طالبا یک گروه استن، یک گروه تروریستی استن که به هیچ وجه مرد قابل قبول مردم نیستن. بناهن جامعه جهانی باید در مورد هزی گروه یک تجدید نظر کنن و زنای حسیر افغانه از دست از اینا نجات بدن. حالا تا اینجا هستید لطف کنید این سوال منم جواب بدید. شهره عزیز، شما فکر میکنید راه مقابله و پیروزی برای این اقدامات ارتجایی و ضد بشری چی میتونه باشه به نظر خود شما؟ اقدامات داخلی میتونیم ما با دو دسته تقسیم کنیم، یکی اقدامات داخلی و یکی اقدامات خارجی. اقدامات داخلی رو ما خود ما با دست میگیریم که میتونیم توسط همی ظاهر شدن به رسانه ها، انتقاد کردن بالای حکومت،
و گرفتن حق ما به جاده ها که قسمان که ما گفتم برطور که از ای که 3 روز بعد از ای که طالبان ها آمده ما به جاده ها ریختیم. با جاده ها بر آمدیم، حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، این ابتدایی ترین حق را از اینا خواستیم. و میمونم مسئله جز دوم که باید جامعه جهانی که خود دایره المعارف جهان میگیرن و گویا حق تمام جهان حواده میکنن، باید به حق افغانستان هم بپردازن و حق افغانا را، حق زنان افغانا، حق دختران افغانا برشان بته. اگر گویا اینا به زن افغان توجه نکنن و به جامعه افغانی توجه نکنن، پس یک سازمان بین الملل و یا جامعه جهانی به مفهوم خواهد بود. مرزی شما، ما تصویرتو نداریم، تا برمیگردیم من برمیگردم به لیدا احمد. لیدا احمد شما نظرتون چیه؟ چه جوری میشه با این اقدامات ارتجاع و ضد بشری طالبان ها چه جوری میشه مقابله کرد؟ چه جوری میشه به پیروزی رسید؟ نظر شما چیه؟ چه در داخل افغانستان، چه در خارج از افغانستان؟ خب من با خانم شالا یک مقدار موافق هستم. چیزی که دستبندینی که اینا کردن که یکی میتونه که در خود داخل افغانستان و یکی هم فشارهای بیرونی، ولی داخل افغانستان اساسی ترین مسئله است. اساسی ترین مسئله، مسئله مبارزات خود زنای افغانستان است در داخل کشور و خود افغان هاست. به خاطر که ما مردم افغانستان، ما تجربه 20 سال حاکمیت به اصطلاح جامعه جهانی و امریکا و گروه های دیگر در افغانستان داشتیم. اینا آمدن 20 سال افغانستان بمبارد کردن، افغانستان مردم کشتن و اینا آمدن که ما میخواییم بر زنهای افغانستان حقوق بیاریم، ما میخواییم مردم افغانستان به دموکراسی برسانیم. اونا آمدن یک دولت فاسد و یک دولت را به وجود آوردن که بالاخره زمینه را مساعد کرد بر ازی که طالبا به این سادگی بتانن دوباره قدرت بگیرن. اگر امروز فاجعه‌ای که سر افغانستان و سر مردم افغانستان بس مشخص تر از زنهای افغانستان آمده، این مسئول زی دولتهای قبلی و خود امریکا و ناتویی که در افغانستان اینا حضور داشتن، اینا هم هستن، بسیار جدی هستن. اصلا قدرت امریکا و کشورهای قدرتمند و امپریالیزم گرفتن بر طالبا دادن. طالبا او چیزی که ادعا میکنن که ما جهاد کردیم و در این جهاد ما کامیاب شده ایم و فتح کردیم، اینا همه شرفای است که اینا میزنن و دروغ میگن. اینا سالها به این طرف با امریکا آتش بس اعلام کرده بودن، اینا فقط میامدن به مکاتب عمل میکردن، اینا فقط کورسای آموزشی رو مورد عملات انتحاری قرار میدادن. همین زدیت رو که اینا امروز با زنا و با آموزش زنا و با آگاهی زنا، آگاه شدن زنا و با پانتونها و دانشگاه هایی که در افغانستان از دارن، این از قبل هم داشتن و ای باعث ازی شد که افغانستان به این روز برسه. بنان اساسی ترین مسئله است که مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان که واقعا شجاعتشان، ایستادگیشان قابل تحسین است، اینا باید مبارزه کنن و ما حق ما را خود ما فقط میتونیم بگیریم. اما درست است که تاثیر جامعه جهانی و فشارهای جهانی هم بسیار زیاد مهم است. مخصوصا ما از دولتهای قدرتمند ما زیاد انتظار نداریم. اینا فقط دنبال منافع خود هستن، اینا فقط دنبال منافع استراتژیک و اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان هستن و مردم افغانستان بیشتر از 40 سال است قربانی از این میسازن. ما از سازمانها، از نهادهای طرفدار حقوق بشر، از نهادهای طرفدار حقوق زن هستیم که باید فاجعه‌ای که امروز در افغانستان پیش میره، زندان را که طالبا بر میلیون ها زنده در افغانستان ایجاد کرده، ایره بدانن، این گروه تروریستی را به رسمیت نشناسن. اینا دروغگوی هستن، یک گروهی که عمرش به انتحار، انفجار و زدیت با علم و تحصیل و زن یکی باشه، اون نمیتونه تغییر بکنه. اینا تروریستا در رأس از دولت است، تروریستا هرگز تغییر نمیکنن. بنان باید به این توجه کنن، سر از اینا فشار بیارن، به رسمیت شناخته نشن تا این که این وضعیت یک مقدار بتونن که تغییر بدن. اردوی ازی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی بازم من میگم مبارزه خود افغان ها و داخل افغانستان اساسی تر است. سپاس. برگردم به دوستمون مرزی محمدی. نظر شما رو هم دوست داریم بشنویم. با چه راههایی میشه مقابله کرد؟ پیروزی بر این اقدامات رو چگونه میبینید و چقدر نقش داره مبارزات چه در داخل افغانستان چه در خارج از افغانستان؟ این پیوند، این به صورت یک زنجیر و پیام هایی که میتونه برسه ورسه بین الملل،
شما این رو چجوری میبینید؟ چگونه این روند مبارزه رو برای رسیدن به پیروزی نگاه میکنیدش؟ صداتون نداره. ببینین بنا ادامه ببینید. هست؟ بله صداتون. ببینین به نظر من اساسی ترین نقش در ای که گروه طالبان نباید به رسمیت شناخته شد و همین مبارزات زنان افغانستان بود، مبارزات ما بود که ما چهره واقعی طالبان به جهان نشان دادیم، وگرنه طالبان در هر جایی در هر رسانه‌ای داد است تغییر میزنن، هیچ وقت ایران نمیگن که ما همون طالب 20 سال قبل هستیم، همیشه ادعا کردن که به حقوق زنان احترام دارن، دخترها را اجازه میدن که به مکاتب برن، به آزادی بیان احترام دارن، ولی زنان افغانستان با مبارزاتی که از آغاز شروع حاکمیت اینا تا حال انجام دادن به همه جهان ثابت ساخت که طالبان همان طالبان 20 سال قبل است و هیچ تغییر هم نکرده. یعنی به نظر شخصی خودم بیشترین تأثیر روی ای که ای گروه من حیث حاکمان افغانستان به رسمیت شناخته نشوند همین مبارزات زنان افغانستان است و همچنان همه قسمی که خانم شهلا گفتن نهادهای خارجی هم نقش بسیار مهم را بازی میکنن. مثلا کشورها نباید به افغانستان و گروه طالبان رسمیت بدن و همونطور مثلا سازمان ملل نباید به گروه طالبان رسمیت بدن، چون اینا هیچ یکی از شاخصه های حکومتداری خوب ندارن، اونا نمیتونن حاکم باشن. میبینین که حتی اینا اساسی ترین حقوق یک فرد که آزادی بیان و آزادی حق تعلیم و تحصیل است برشون نمیده. پس مهمترین عمل کرد یا راهکار به خاطر اینکه طالبان هم از کشور ما دور بسازیم و دوباره به همو غارهایی که از اونجا آمدن بفرستیم مبارزات ما است. ما باید همیشه در رسانه ها ظاهر شویم، در به هر شکل که امکان داره بر علیهشان مبارزه بکنیم و چهره واقعی اینا را به همه جهان نشان بدیم. زنده باشید، حتما به پیروزی خواهیم رسید. با سپاس فراوان از مهمانان عزیزم خانوم ها مرضیه محمدی و شهلا عارفی از کابل و مهمان عزیزم لیدا احمد از آلمان، روزگار خوشی را برای یکایک شما عزیزانم آرزومندم تا دفعات بعدی. وقت خوش. وقت شما خوش. در ادامه برنامه امشب سحر صامت از فعالین حقوق زنان در پارلمان سوئد به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن دعوت شده بودند که در اونجا سخنرانی ایراد کردن. با همدیگه میریم و گوش میکنیم به سخنان سحر صامت. تشکر آمنه، با سپاس و قدردانی فراوان برای اینکه امروز من در کنار شما هستم. زندگی در یک کشور دموکراتیک امتیازی است که هر انسان برایش تلاش می‌کند. من سحر صامت با اصالت افغانستانی، خبرنگار و فعال حقوق زنان، به تازگی همراه با چند تن شبکه‌ای را به نام شبکه همیاری و همبستگی زنان افغانستان و ایران تأسیس کرده‌ایم. من با کشور اوکراین و مردمش که درگیر جنگ شدن ابراز همدردی می‌کنم و می خواهم بگویم که خود جنگ یکی از عوامل خشونت علیه زنان در یک جامعه است. امیدوارم مشکلات و بدبختی ها هرچه زودتر در سراسر جهان خاتمه پیدا کند. امیدوارم دیگر هیچ انسانی تحت تاثیر جنگ قرار نگیرد. برای ابراز همدردی با قربانیان و به احترام کشته شدگان اوکراین لحظه ای سکوت کنیم. با احترام به شرایط سخت سیاسی که در اوکراین جاری است، امیدوارم مشکلات جاری در دیگر نقاط جهان فراموش ما نشود.
به طور مثال رخدادهای جدید در سوریه، فلسطین، یمن و کشور زیبایم افغانستان. در یک کشور دموکراتیک هر انسانی از حقوق انسانی برخوردار است، تعهداتی را با آن جامعه دارد و همچنان از امکاناتی برخوردار است. برای همین من از فرصت استفاده کرده و می‌خواهم در مورد حقوق زنان و شرایط امروزشان، به خصوص از زمانی که گروه تروریستی طالبان تمام افغانستان را با زور تصرف کرده و روی قدرت آمدن، حرف بزنم. امروز تمام افغانستان در دست طالبان وحشی است. همه تحت تاثیر رفتار وحشیگرانه طالبان قرار گرفتند، اما در این میان زنان آسیب بیشتری را متقبل شدند. این گروه تماماً تلاش خود را می کند تا به هر نحوی که شده زنان را از جامعه حذف کرده و به صورت سیستماتیک به زنان توهین کنند و تمامی قوانین اولیه حقوق انسانی زنان را توسط قوانین شریعتشان زیر پا کنند. تا چند دقیقه بعد توجه شما را به یک ویدیو جلب می‌کنم و بیشتر در مورد اینکه منبع قوانین شریعت طالبان چیست صحبت خواهم کرد. طبق قوانین شریعت یک زن از لحاظ حقوق انسانی نصف یک مرد حق دارد. به چند نمونه از حقوق زنان طبق قوانین شریعت اشاره می‌کنم. طبق این قوانین طالبان زنان فقط وظیفه برطرف کردن نیاز جنسی مردان را دارند. آنها برای تولید مثل آفریده شدند. زن برای تمیز کردن خانه و غذا پختن آفریده شده است. هیچ مرجع شکایتی برای زن در جامعه وجود ندارد. حتی اگر یک زنی چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روحی مورد خشونت قرار بگیرد، طبق همین قوانین زن حق شکایت از مردی که او را مورد خشونت قرار داده است را نیز ندارد. اما مردی که طبق همین قوانین صاحب آن زن است، حق هر گونه برخورد و خشونت را دارد، زیرا او مالک است. این طرز تفکر چندشاور گروه تروریستی طالبان به زن و حقوق زن است. این موضوع بر جهانیان آشکار است و هیچ کس در آینده نمیتواند ادعا کند که شرایط سخت زنان و قوانین ضد انسانی طالبان در مقابل زن بیخبر است. هیچ کس. این بار طالبان با گفتن دروغ بزرگی به سیاستمداران جهان، تحت تغییر دیدگاهشان به زن و حقوق زن و تغییر برخوردشان با زنان در جامعه، سعی می کنند به حکومت وحشیگرانی خود مشروعیت ببخشند. اما بر زنان در افغانستان اتفاقات خیلی متفاوت تر است. حرفی که طالبان به شما می زند اتفاق افتاده و می افتد. به طور مثال این بار طالبان زنان تحصیل کرده مانند زنانی که در قوه قضاییه مشغول به کار بودند، زنان سیاستمدار، زنانی که دست به اعتراضات خیابانی می‌زنند را شناسایی کرده تا آنها را هم به صورت فیزیکی و هم به صورت روانی مجازات کنند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، تعدادی از زنان مبارز به صورت مرموزی توسط طالبان کشته شدند. طالبان چنان ترسی از حضور زنان معترض و مطالباتشان دارند که شروع به بازرسی خانه ها کردند. طالبان تلاش می کند تا با بازرسی خانه به خانه مدرکی علیه زنان تحصیل کرده پیدا کرده تا به همان بهانه آنها را دستگیر، مجازات و در آخر زنان را به قتل برسانند. در حال حاضر زنان هیچ منبعی برای دفاع از خود ندارند. دادگاهی وجود ندارد تا از حق آنها دفاع کنند. در این اواخر ما شاهد این هستیم که طالبان زنانی را که اختطاف کردند را مجبور می‌کنند تا با نشر ویدیو دست به اقرارهای دروغین زده و بگویند آنها در مورد طالبان اشتباه فکر کردند. پس از معذرت خواهی از طالبان بگویند که دوست دارند زیر پرچم زیر چتر حکومت طالب زندگی کنند. مدارک و شواهد نشان دهنده تبعیض آشکار میان حقوق دو جنسیت، نقص حقوق زنان و همچنین فشار طالبان بر سر قشر تحصیل کرده زنان در سراسر افغانستان است. به خاطر حضور طالبان در عرصه سیاست و جامعه برگزار و جامعه برگزاری از روز جهانی زن در افغانستان امسال کاملا متفاوت بود. من به عنوان یک ژورنالیست و فعال حقوق زنان رابطه نزدیکی با زنان فعال در افغانستان دارم.
فعالان حقوق زن و زنان معترض برایم پیام فرستادند که به خاطر مسائل امنیتی امسال 8 مارس در افغانستان برگزار نشد و آنها نتوانستند به اعتراضات خود در این روز ادامه دهند. از زمانی که طالبان با زور، کشتار و وحشیگری کشور را تصرف کردند، تمام تلاشم این بود که صدای زنان در داخل افغانستان باشم. توجه جهان را به وضعیت زنان در افغانستان جلب کنم. شاید جهانیان بخواهند یک بار دیگر به فریاد زنان افغانستان برسند و به کابوسی که زنان با آن روبرو‌اند خاتمه ببخشند. دستاوردهایی که حاصل 20 ساله برای ایجاد برابری در جامعه بود ظرف یک شب توسط طالبان از بین رفت. در طول 20 سال زنان در عرصه‌های گوناگونی مانند سیاست، اقتصاد، حقوق و غیره با کمک‌های بشردوستانه جهانیان به خصوص کشورهای اروپایی و سوئد رشد کردند. برای همین بود که این بار زنان در مقابل طالبان قد علم کردند و مانع بزرگی برای رسیدن طالبان به مشروعیت است، به مشروعیت آنها هستند. همان گونه که مطلع هستید، در این ماه‌های اخیر با شکم‌های گرسنه خطر مرگ را به جان خریده و صدای خود را برای دادخواهی و مطالبه حقوق انسانیشان بلند و بلندتر کردند. علی‌رغم تهدید خطر مرگ و جزاهای سخت از سوی طالبان که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم، زنان تلاش کردند تا به جهانیان ثابت کنند که چگونه طالبان با رفتارهای وحشیگرایانه خود با زنان برخورد می‌کنند. ما از طریق فضای مجازی شاهد صحنه‌هایی هستیم که جهان و به خصوص سیاستمداران غرب تمایل و علاقه کمتری به اوضاع سیاسی و به خصوص آنچه بر زنان در افغانستان می‌گذرد را دارند. همه اکثرا فقط در مورد مبارزات زنان حرف می‌زنند، اما برای حمایت از مبارزات زنان کمتر سیاستمداری علاقه نشان می‌دهد. گویا زنان افغانستان و آنچه بر آنها می‌گذرد دیگر مهم نیستند. می‌خواهم به نکته اشاره کنم. در طول 20 سال اخیر سوئد نقش مهمی در تحصیلات رشد زنان در جامعه افغانستان را ایفا نموده است. مبلغ بودجه دولتی سوئد صرف زنان و رشدشان در افغانستان شده است. البته من از صمیم قلب از کشور سوئد و مردمش برای کمک رسانی در این راستا سپاسگزارم. سوئدی ها و دولت سوئد جایگاه خاصی در قلب مردم افغانستان دارند. همچنان برای من جای خوشبختی است که در کشور دموکراتی مانند سوئد زندگی می‌کنم. امروز من در روبروی شما ایستاده‌ام تا بگویم لطفاً مردم افغانستان و به خصوص زنان را فراموش نکنید. این شمایید که می‌توانید به فریاد زنان افغانستان برسید و تغییرات سیاسی را در آن کشور ایجاد کنید. من از شما خواهش می‌کنم تا زنان افغانستان را در مبارزاتشان تنها نگذارید و قسمی را که به ما وعده سپرده اید عمل کنید. طالبان را به رسمیت نشناسید. سلام، من نسترن گودرزی هستم، فعال حقوق زنان. من از ایران میام. تا حد زیادی با زنان افغانستان، وضعیت افغانستان آشنا هستم. میدونم که الان زنان افغانستان تو چه شرایطی هستن و امیدوارم که از چنگال طالبان نجات پیدا بکنن. اسلام سیاسی که در قدرت هست الان، چه در ایران، چه وضعیتی که زنان ایران مواجه هستن باهاش و چه زنان افغانستان که شرایط تقریبا مشابهی رو تجربه میکنن، خاتمه پیدا بکنه. ما امیدواریم که با فشار، ماهایی که در خارج از ایران و افغانستان هستیم، امیدواریم که کسانی که اینجا فعال هستن بتونن فشار بیارن روی دولت مردان و سیاست مداران این کشورهای غربی، بتونن با این فشار تا حد زیادی روابط دیپلماتیک رو با طالبان و جمهوری اسلامی قطع بکنن تا بتونن زنان یا انسانها اونجا آزادی رو تجربه بکنن. من سلام خدمت همه انسان و زنه مبارز افغانستان و همه دخترای همه زنه که برای آزادی و دموکراسی و برای حق و حقوق خودشون می جنگن و اونایی که حتی نمیتونن صداشان باشه.
من در پارلمان سوئد صدای زنای ایران افغانستان هستم و چندین بار من امروز که تو سر جان دعوت کردم و چند ماه قبلم که جورنالیست و روزنامه نگار مشهور افغانی که دعوت کردم برای اینکه صدای زن افغان باشیم. زنای افغانستان تنها نیستن، همچنین زنان ایران تنها نیستن و امروز که این جلسه گذاشتیم توی پارلمان که تو بودی، نسترن گودرزی که اونم زن مبارز ایرانه و همچنین کسانی دیگه توی اصلی زن مبارز ترکیه و کسانی دیگه هم داشتیم، اینه که در این مملکت ما آزادیم، میتونیم صدا برسونیم، ولی در ایران، در افغانستان صدا همه در زندان هستن، هر کسی که صداش در میاد خفش میکنن. خب من میدونم که فردای یه چیز اتفاق بیفته که دموکراسی به معنی واقعی اونی که زن افغانستان زنای ایرانن که میتونن این کار بکنن، چون زن بیشتر از نصف جامعه، اگر اون نصف جامعه بیشتر از نصف جامعه نتونه در سرنوشت خود جامعهش زندگیش دخالت باشه، اون جامعه اصلا نصف اون جامعه اصلا کامل نیست، دموکراسی هیچ چیزی کامل نیست، هرچند که ما میدونیم امروز شریعه در افغانستان و ایران هست، قانون اسلامیه که ضد زنه، که زن ستیزی قانون اصلا. ما میخواییم اونا را عوض کنیم. این 2022 واقعا شرم اصلا. این ملت ها که 40 سال قبل مدرن بودن، زن ها خیلی صدای رسا داشتن، ولی با این 40 سال مولاهای ایران و الان که طالبان ها اومدن، باز این مملکت ها را به 200 سال 300 سال عقب بردن. آدم واقعا شرمش میگیره، چون اکثری اروپایی‌ها خیلی مثلا درباره ایران رو میگن افغانستان، اونایی که پیرن کار کردن اونجا، اصلا دیپلماسی و اینا کار دیپلماتیک کردن، ولی امروز که میبینن تعجب میکنن، بخاطر اینکه ما زنا واقعا صدا اینجا هستیم. تو ما از افغانستان، در افغانستان، ما در ایران، کردستان، بخاطر اینه دیگه. خب زنای افغانستان سپورت دارن، پشتیبان دارن، ولی خودشون باید بجنگن، مردا باید بجنگن. اگه مردا با زنان نباشه، جام نمیتونیم این تغییر و تحول به وجود بیاریم. باید مردا که خودشون مادر دارن، زن دارن، دختر دارن، اونا باید بیان سپورت کنن. آیه چی میخوان؟ 2022 شریعه میخوان یا دموکراسی؟ این خیلی مهمه. خب ما میجنگیم، ولی نصف جامعه باید با ما باشه دیگه. دخترها تمامش شاید گوشنشین شوند و دیگر نتوانند از خود کدام قهرمانی نشان بدن، استعداداتشان کشته میشه، اونا به دور کشانده میشن، شاید دست به خودکشی ها بزنن، شاید دست به کارهای نامشروع بزنن، به خاطر از اینکه دیگر اینا در وقت تعلیم ندارن دیگر. شالا عارفی. حق زنان است. چرا از تحصیل باز بانم؟ چرا هر روز زدان دروازه مکتب گریان کنم؟ دیگر نمیخواییم این حالت هم. دیگر نمیخواییم که فقط در پشت خانه بشینیم و لباس شویی کنیم. دیگر نمیخواییم. هرگز دیگر حق زنان نیست که در خانه بانم. ما میخواییم تحصیل، کار، مشارکت سیاسی. هرگز زنا حق از این را نداره که دیگر خانه بشینند. لطفاً به زنا حق بدین تا
تا تحصیل کار در جامعه جهانی تمام صداهای ما رو بشنوه. لطفاً جامعه جهانی به این اقدام کنه که دیگه زنا در خانه کارشان نیست. زنا باید کار کنن، تحصیل کنن، تحصیل. Wanted to come along and say a lot of us, our hearts are broken for your girls and your women, and you're all very welcome to Ireland and we love having you and I hope you feel you're well treated here. So I'm just an ordinary person from the streets, but I just want to lend my voice to you. اولین قربانی طالبا هستم. من دبل بودم که قربانی شدم و حق تحصیل خود معلوم شدم. امروز به خاطر تمام خواهرای خود اینجا استاد هستم و نمیخوایم هیچ زن افغان از حق تحصیل محروم شود. تحصیل حق ماست، حق دینی ما هست، حق انسانی ما هست. هیچ رژیم تحت هیچ عنوان هیچ نوع اجازه ای نداره که زنای افغانستان از ابتدایی ترین حقشان که حق تحصیل است. بینندگان عزیز، به انتهای برنامه امشب رسیدیم. با سپاس فراوان از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، به همراه اسد پوشا و با سپاس فراوان از عزیزانم در اتاق فرمان، شب و روز بسیار خوشی رو برای یکایکتون آرزو مندم. شب خوش. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.